فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبر و بر ماهواره نایل سد ادعای ملاقات با امام زمان خیالی حقیقت یا خرافات در غیبت کبرا کسی که بگید من ارتباط مستقیم با امام زمان علیه السلام دارم این دروغگو هست مگر در زمان ظهور صوفیانی اون زمان بله اشکال نداره اگر دل... دلیل داشت معجزه داشت حرفش قبول میکنه قبل از اون اگر کسی چنین ادعایی بکند این باید واجب اون را تکذیب بکنیم که دروغ بله جناب رافزی هر کس ادعا کند امام زمان را دیده دروغ میگوید چون اصل دروغ است پس فرع هم دروغ است چگونه میتوان امام زمان خیالی را که وجود خارجی ندارد ملاقات کرد؟ شیعیان بعد از ادعای دروغین ولادت مهدی برای اینکه دلیلی برای این دروغ خود داشته باشند ناچار به فکر چار افتادند لذا شخصی به نام عثمان ابن سعید ادعا کرد که نایب مهدی است و دست یافتن به مهدی جز از طریق ممکن نیست سپس سه نفر دیگر جانشین او شدند که آخرین آنها علی ابن محمد سیمری بود و ادعا کرد که مهدی در نامه ای که برای وی نوشته اعلام نموده که بعد از وفات او مرحله غیبت صغرا خاتمه یافته و مرحله غیبت کبرا آغاز می گردد. و هر کس در این مرحله ادعای ملاقات با مهدی را داشته باشد دروغ گوست. اما از آنجا که ادعای ملاقات و نیابت از مهدی سبب دست یافتن به منافع مادی فراوان و کسب جایگاه اجتماعی والایی بود لذا فرصت طلبان در ادعای نیابت از مهدی و ملاقات با او با یکدیگر به رقابت پرداختند و حتی در زمان غیبت کبرا هم ادعای رؤیت و ملاقات او را مطرح ساختند تا جایی که یکی از علمای آنها به نام حسن ابتهی نامه به عنوان دیدار با امام صاحب زمان نوشت و 66 داستان از افرادی را که به ادعای وی با مهدی ملاقات کرده اند را زمیمه آن کرد که اکثر آنها در زمان غیبت کبرا بوده است. و نیز دانشمند دیگر آنان توسی در کتاب الغیبه صفحه 99 می گوید ما در وحله اول مهدی را از دیدگان تمام اولیای او مخفی نمی دانیم بلکه جایز است که مهدی خود را برای اکثر این اولیا نشان دهد و جز خود آن فرد کسی دیگری از این امر با خبر نمی شود. در مورد این تناقض آشکار میان روایاتی که رؤیت او را نفی می کند و میان تصریحات این افرادی که ادعای رؤیت او را کرده اند تأمل کنید تا این فرموده الله متعال را دریابید که می فرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدو فيه لوجدو فيه و اگر از جانب غیر الله بود در آن اختلاف زیادی میافتید و ادعای نواب چهارگانه هم دروغی بیش نبود زیرا این چهار نفر به جعفر ابن علی برادر حسن عسکری و عموی مهدی که از سلاله اهل بیت است شدیدترین تهمتها را روا داشتند زیرا جعفر ابن علی بعد از درگذشت برادرش حسن اسکری می گفت برادرم فرزندی نداشته است. لذا او را جعفر دروغگو نامیدن و گفتند از دین خبری ندارد و فاسق و شرابخار و گناهکار و دروغگوست. الکافی جلد سه صفحه 503 از حسن اسکری روایت شده است که درباره پسرش فرمود آگاه باشید که شما از این به بعد او را نخواهید دید. الغیبه صفحه 357 پس اعتقاد به راستگو بودن این نایبان تکسیب امام اسکری رحمت الله علیه است. این نایبان از علم و درس و بیان بهره ای نداشته و هیچ نقش تربیتی و یا سیاسی در جامعه شیعه ایفا نکرده اند و جز اخس اموال مردم و جواب دادن سوالات آنها با ادعای دروغین ارتباط با مهدی شهرت دیگری نداشته ان. سایر فرقه های شیعیان آنها را انکار می کنند.